سلام و صلوات و درود و رحمت بیکران حضرت حق قدوس جلت عظمته بر حبیب او خاتم پیغمبران او و سالار سفرای او و سید انبیای او و بر اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت و اوصیاء معصومین آن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او و ابن عم او و داماد او و جان شیرین او و خلیفه بلا فصل او و وصی بر حق او و وارث علوم و فضائل و مناقب و مکارم و معجزات و کرامات و منازل و مراتب و جمیع اختیارات و جمله مقامات او، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، یعصوب الدین، ولی العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین، و همچنین بر ذات گرامی حجت المعبود کلمت المحمود عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر، حجت الدهر، امام الزمان، خلیفة الرحمن، شریک القرآن، الحجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باد. خدمت بینندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم. پروردگار عالم قلوب ما و شما را پر از نور ایمان به اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام بفرماید و ما را و زراری ما را تا روز قیامت بر راه پیروی اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم حفظ بفرماید و پروردگار عالم گذشتگان ما را رحمت کند. پروردگار عالم را سوگند می دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و به حق عترت طاهره ایشان و بالاخص به حق برادر از جان عزیزتری ایشان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختری ایشان صدیقه طاهره زهرای بتول سلام الله علیها و به حق فرزند ایشان و نور دو عین ایشان امام مجتبى علیه السلام و به حق گل بستان ایشان حضرت سید الشهدا امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین، یا ربنا بحق هؤلاء الطيبين الطاهرين صل على محمد و آل محمد و عجل لوليك الفرج، اللهم 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 عجل لوليك الفرج. پروردگارا فرج ولیت را برسان، فرج حجتت، فرج خلیفت را هر چی زودتر برسان. به آن بزرگوار اذن قیام بده. پروردگارا اسلام را، ایمان را، قرآن را، اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام را از مظلومیت، از تنهایی، از کس مپرسی بیرون آور با تعجیل فرج ولیت و با خروج حجت کبرایت صلواتک علیه. پروردگارا به ایشان اذن قیام عنایت بفرما و به ایشان پیروزی سهل و آسان، پیروزی سریع عنایت بفرما. کمر دشمنان ایشان را بشکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگارا شیعیان اهل بیت علیهم السلام که به شبکه کمک کرده اند از آنها قبول بفرما، حوائجشان را برآورده به خیر بگردان. فضل آل محمد علیهم الصلاة والسلام را از این شبکه ظاهر بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایام بعثت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله را خدمت بینندگان محترم تبریک عرض می کنم. به اسد حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نه به این معنا که ایشان پیغمبر نبودند پیغمبر شدند و ایشان صاحب شریعت نبودند صاحب شریعت شدند، به این معنا نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از این که به این دنیا تشریف بیاورند نور خدا بودند، نبی بودند، رسول بودند، سرور انبیا بودند و بعد از ولادت که به همین دنیا آمدند باز مؤید من جانب الله و باز هم نور خدا بودند و ملائکه بر ایشان نازل می شد. بعثت به این معنا هست که ایشان تبلیغ دین را ولو به صورت پنهانی آغاز بفرمایند. این معنای بعثت هست که در ذهن آقایان و علما و طلاب و همچنین عموم بینندگان عزیز باید باشد. موضوع ما وحدت وجود بود. کلمات ابن عربی ملحد کافر را خدمت شما بیان کردیم
و اگرچه کلمات او را که بیان نکرده ایم خیلی زیاد هست، اما به همین مقدار اکتفا می شود. یکی دیگر از کسانه که در عرفان و تصوف از بزرگان این طائفه به حساب می آید و نزد این طائفه از عارفان واصل و از صوفیان شامخ می باشد، آن کسی که معاصر ابن عربی بود و شاگرد او بود، عمر ابن الفارض می باشد. عمر ابن فارض مصری مکنا به کنیه ابو حفص، معاصر ابن عربی بود و قبل از ابن عربی به 5-6 سالی از دنیا رفت. ابن فارض در سال 632 ظاهرن هجری از دنیا رفته و ابو بکر ابن عربی چند سال بعد از وفات او به جهنم ملحق شده و این دوتا معاصر هم بودند. و ابن عربی صاحب به تألیفات خیلی زیاد هست و ابن فارض تألیفات زیاد ندارد، اما از بزرگترین شعرای صوفیه در زبان عربی می باشد و شاید کسی به اندازه او شعر صوفی در زبان عربی نسروده است و اشعار او از قدیم الایام مورد توجه صوفیه بوده و صوفیه‌ای که در بین شیعیان ظهور کرده اند که در حقیقت اینها مسلمان نیستند، چه برسد ما به اینها را شیعه بدانیم، و در حوزه های شیعه به عنوان علما و به عنوان مراجع کراسی تدریس و فتوا در اختیار دارند، اینها به اشعار ابن فارض اعتنای خیلی شدید دارند و اعتراف به بزرگی او در فن عرفان و در فن تصوف می نمایند. اشعار عمر ابن فارض در زبان عربی قصائد می باشد و غیر از آن اشعار دیگر دارد که در دیوان ابن فارض که مکرر چاپ شده موجود می باشد. صدرالدین قونوی که این را ملقب به صدرالدین کرده اند در حالی که او دشمن دین خدا هست، که مادر او به نکاح ابن عربی در آمد، او گرچه پسر ابن عربی نیست اما دست پرورده ابن عربی هست و شاگرد اوست و در همون ایام که ابن عربی در شام در دمشق بود و با مادر قونوی ازدواج نموده بود، مولوی بلخی رومی صاحب کتاب مثنوی و صاحب کتاب شمس تبریزی، او هم به دمشق رفت و از یاران و احباب قونوی گشت و احتمال خیلی زیاد دارد که همچنین ابن عربی را ملاقات نموده باشد. قونوی که دست پرورده ابن عربی هست و از بزرگترین محققین و از بزرگترین شارحین آثار او و ناشرین افکار ابی بکر ابن عربی می باشد و یار غار مولوی می باشد، قصیده تائیه ابن فارض را تدریس می نموده و در جلسات خصوصی و عمومی همواره این تائیه را درس می گفته و به زبان فارسی درس می گفته. گرچه در شام بوده و در زبان فارسی این را درس می گفته و این مطالب را شما در کتاب مقدمه کتاب مشارق الدراری به خط سید جلال آشتیانی اونجا می بینید و در آنجا بینندگان محترم از دلباختگان حلقه درس قونوی که تائیه ابن فارض را درس می گفته فرغانی می باشد، صاحب کتاب مشارق الدراری و منتهى المدارک و کتاب های دیگر در تصوف. این مطالب را بدانید به خاطر اینکه قرب عهد ابو حفص عمر ابن فارض با ابی بکر ابن عربی و همچنین اینکه قونوی که از اکابر که او را شیخ کبیر میگویند و ابی بکر ابن عربی را شیخ اکبر می نامند، این شیخ کبیر خودش تائیه را درس می گفته
و از شراح این تائیه عرض کردم که آن کسی که ملقب به سعد الدین می باشد و یا سعید الدین فرغانی هست، که حالا انشاءالله العزیز ما مطالب زیادی را از کتاب فرغانی خدمت شما به عرض خواهیم رسانید. و تائیه ابو حفص عمر ابن الفارض شروح زیادی دارد، از جمله شروح خیلی عالی آن شرح محمود ابن داوود قیصری صاحب کتاب شرح فسوس می باشد. نابلسی هم شرحی بر این کتاب دارد و بقیه از علمای صوفیه بر این کتاب شروح خیلی زیاد و دقیق نوشتند. و آدم تعجب می کند که اینها این کتابات کفریه را که چند تا حرامزاده مانند ابن عربی یا ابن فارز، چند تا ولد و زنا این کتاب ها، این سراسر اشعار سراسر الحاد را نوشتند، چه شروحی پر از تحقیق بر این اشعار پر از کفر و زندقه صوفی ها نوشتند. اما وای به حال علمای شیعه که دانستند و فهمیدند و شنیدند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که خداوند متعال خودش در فرقان مجید اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام را طاهر و مطهر فوق مرتبه طهارت و عصمت انبیا طهارت بخشیده و تقدیس نموده. و رسول گرامی صلی الله علیه و آله فرمودند انی تارک فیکم ما ننخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیتی. و از سفره اهل بیت علیهم الصلاة والسلام خوردند. اما آیا علمای شیعه همون اندازه خدمت که صوفیه به ابن عربی کردند، به ابن فارز ملحد کردند، یک صدم آن را این علما به کلمات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام نموده اند؟ بینندگان محترم، این خیلی جای تأسفه. شما شروح فسوس را بنگرید، شروح کتاب تائیه کبرای ابن فارز را بنگرید، که بعد چه با چه دقتی چه کارهای اینها کردند در زبان فارسی در زبان عربی. اون وقت سهلنگاری علمای شیعه را ببینید. بله، مسئله کسی که یک کمی دقت داشته باشد عمق فاجعه را درک میکند. بینندگان محترم، ابن فارز مورد توجه صوفیه از قدیم الایام بوده و در صوفیه معاصر ما هم مورد توجه می باشد. دوستان عزیز بیننده، حالا ما اشعار پر سراسر الحاد و سراسر کفر عمر ابن فارز را برای شما نشان می دهیم و خود شما قضاوت خواهید کرد. و ما تمام اشعار او را نمی توانیم بخوانیم، به عنوان نمونه بعضی از اشعار او را به شما نشان خواهیم داد، خود شما هم خواهید دید. وقتی که این کفر و الحاد را شما دیدید، اون وقت بهره قاضی طباطبایی از ایمان یا بهره حاشم حداد و امثال و اتباع آنها از دین اسلام برای شما روشن و واضح می شود. وقتی که اینها، این حاشم امثال قاضی طباطبایی، سید علی قاضی طباطبایی و پیروان او که این چنین تجدید تجلیل کرده اند از ابن فارز، و این چنین حلول و اتحاد کفر و الحاد در اشعار ابن فارز موج میزند، خب واضح و روشن می شود که اینها عقیده ابن فارز هستند و این مرتبه اینها را در دین برای شما خیلی واضح و روشن می سازد. این کتاب روح مجرده نوشته آقای محمد حسین حسینی تهرانی. دوستان عزیز، ایشان در از کلمات آقای تهرانی برمی آید که ایشان خیلی زیاد مطالعه می کرده اشعار ابن فارز را، در جاهای مختلف همواره استشهاد می کند به اشعار ابن فارز و از او به عنوان یک عارف واصل اسم می برد. و در جاهایی دارد که اینها با وقتی که با سید حاشم حداد جمع می شدن در کربلا در سحرهای ماه رمضان، اینها با هم اشعار ابن فارز را می خواندند. حالا بعضی از این کلمات را شما ملاحظه بفرمایید. کتاب روح مجرد نوشته آقای سید محمد حسینی تهرانی، روح مجرد نوشته آقای سید محمد حسینی تهرانی که زندگی نامه
سید هاشم حداد، سید هاشم حداد یک آدمی بوده در کربلا، نعل بند بوده، بله نعل ساز بوده، بله، و شاگرد علی قاضی طباطبایی بوده. و این علمای صوفی مزاج شیعه او را به عنوان یک ولی خدا، یک پیر طریقت دنبال او را افتاده بودند و بله به جای اینکه برن درس آقایون مراجع یا حداقل درس آقایون مراجع نمیروند، علم و معرفت را از باب علم معرفت از امیر المؤمنین علیه السلام و از احادیث اهل بیت علیهم الصلاة والسلام اخذ بکنند، دنبال این شخصی که این چنین بوده افتاده بودند و بله اون را برده بله یک در این کتاب روح مجرد خلاصه از ایشان خیلی تعریف میکنه. این کتاب ایشانه. در اینجا دوستان عزیز اون قسمت هایی که ایشان از ابن فارس یاد میکنند ببینید، در صفحه 75 این کتاب میگوید حضرت آقای سید هاشم در این سفر قرآن بسیار میخواندند، آن هم تکیه به صوت با صدای حزین و نیکو، و قرآنشان بسیار جذاب و گزارنده و فانی کننده بود و از ابیات ابن فارس بالاخص از تایه کبرا قرائت می نمودن، آن هم با صوت و صدا. در جای دیگر دوستان عزیز ایشان می گوید که حضرت آقا سید هاشم می فرمودن مرحوم قاضی یک دوره از فتوحات مکیه را به زبان ترکی داشتند که بعضی آن را هم ملاحظه و مطالعه می فرمودن. بله بله، حضرت آیت الله شیخ عباس قوچانی می گفتن من هر روز قبل از ظهرها به مدت 2 ساعت به محضر مرحوم قاضی می رفتم و این ساعتی بود که جمعی شیفتگان و شاگردان ایشان به حضور ایشان شرفیاب می شدن و در این سنوات اخیره من برای ایشان کتاب فتوحات را می خواندم و ایشان استماع می نمودن و احیانا اگر مرد غریبی وارد می شد من از ادامه قرائت آن خودداری می کردم. در اون زمان ها در نجف این جماعت صوفیه تصوف عرفان کتب ابن عربی را اینها به صورت قچاقی به صورت پنهانی می خواندن، ولیکن الیوم امروز در قم اینها علنا تدریس می شود و به عنوان بله معرفت پروردگار عالم و معرفت ناب اسلام به بین مردم ترویج می شود. و مرحوم قاضی از من از ادامه قرائت آن خودداری می کردم و مرحوم قاضی از مطالب دیگر سخن به میان می آوردن. مرحوم قاضی حافظ شیرازی را هم عارف کاملی می دانستن و اشعار مختلف او را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می نمودن، ولی معتقد بودن که ابن فارس که شاگرد محی الدین است از حافظ اکمل است و از دیوان حافظ و اشعار ابن فارس در نظم السلوک یعنی تایه کبرا و غیرهی بر این مطالب شواهدی می ذکر می کردن. خب باز دوستان عزیز در جای دیگر از همین کتاب می گفتن مرحوم قاضی می فرموده ان محی الدین یعنی ابن عربی ملحد روزی به ابن فارس گفت خوب است شما شرحی بر دیوان خود بنویسید. ابن عربی به ابن فارس به عمر ابن فارس گفت که عمر بیا بر این دیوان شعر که نوشتی بر این شرح بنویس. عمر ابن فارس در جواب گفت حضرت استاد فتوحات مکیه شما شرح دیوان من است. فتوحات مکیه شرح دیوانه. حالا شما اشعار ابن فارس را میبینید. من الان براتان میخوانم که اشعارش چی اشعاریه. این سراسر کفر، سراسر کفر، همش حلول و اتحاد و وحدت و بله وحدت جمیع ادیان و صحت جمیع ادیان و بله انکار روز معاد و از این قبیل حرف. حالا اینا را شما خواهید دید. خب بینندگان محترم، خب اینا این کلمات شکی نمیگذاره که مر آقای قاضی هاشم حداد اینها هم عقیده ابن عربی بوده اند و هم عقیده ابن فارس بودند. این مسئله مهمه به خاطر که اینه که وقتی که ایرادات بر علیه فرقه عرفا و صوفیه مطرح می شود معاصرین ما از صوفیه شیعنما اینها جوابشان چیست؟ میگن این اقوالی که شما میگویید، این بیاناتی که شما از وحدت وجود ذکر میکنید، این نسبتهایی را که شما به عرفا میدهید، اینها فکر و کلام کیست؟ فکر و کلام جهال از صوفیه هست. اینها فکر و بیانات جاهلین از منتسبین به عرفان هست و این کلمات عرفای حقیقی نیست.
این مطلب را، و این کلام ما نیست، کلام آقای قاضی نیست، کلام آقای فلانی نیست، کلام آقای حسنزاده نیست، کلام آقای جوادی آملی نیست. حرف اینا اینه. مهم اینه بینندگان محترم که شما بدانید که آنچه که ما برای شما از فصوص خواندیم، از فتوحات خواندیم، این و در برنامه عربی بیشتر فتوحات بیشتر شرح دادیم، اینها کلمات جهله صوفیه نیست. کلمات مثلا ملا عبدالرحمن جامی را برای شما نشان دادیم، کلمات محمود ابن داوود قیصری را برای شما خواندیم، کلمات خود ابن عربی را، نص صریح او را خواندیم، کلماتی که هیچ گونه تأویل متحمل نمی شدند و در معانی مقصوده خودشان خیلی واضح و روشن بودند. اینها کلمات جهله صوفیه نیست، اینها اون قشر بالای عرفا و اینها اون طبقه ای که همه صوفیه بالاجماع این طبقه را قبول دارن اینها می باشد. و همچنین بینندگان عزیز، این خضوع آقای علی قاضی طباطبایی، هاشم حداد و اتباع اینها از برای ابن فارز دلیل چه مطلبه؟ که این اشعاری که در کلام و مطالبی که در کلام ابن فارز آمده بوده قطعا اینها می دانستند و عقاید ابن عربی را اینها می دانستند و اینها پیروی اون بودند. همانطوری که خود شیخ عباس قوچانی گفته که شیخ عباس قوچانی بعد از علی قاضی طباطباییش بعد وارث او شد و وصی او در طریقت شد، گفته که وقتی کسی بیگانه می آمد در نجف اشرف ما اون سخنان را قطع می کردیم. یعنی اینها خوب می دانسته که این کلمات را علما قبول ندارند، مرد حوزه قبول ندارد و علوم عموم علمای شیعه قبول ندارد و در دلداده همین حرفای باطل ابن فارس بود. حالا دوستان عزیز بیننده، جای دیگر ایشان میگوید، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 525 آقای تهرانی می نویسد از اشعار بابا طاهر هم گهگهی می خواندند، ولی ممارست عمده هاشم حداد بر چی بوده؟ اشعار ابن فارس بوده. بله. بعد دوستان عزیز در صفحه 574 باری در این سفر کیفیت قرائت قرآن و نمازهای تهجد و بیداری شبها و سایر امور حضرت آقا، یعنی هاشم حداد، از زیارت ها به مثابه سفرهای قبل بود، مگر اینکه در این سفر تایه ابن فارز را بیشتر می‌خواندند و برای رفقا بعضی از ابیاتش را تفسیر می‌کردند و ایضا از دیوان مغربی اشعاری را می‌خواند برای اینا. خیلی خوب دوستان عزیز، در جای دیگر در صفحه 645 دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، ایشان اینجا یک شعری را از دیوان از میمیه، قصیده میمیه ابن فارس نقل میکنه. هر نا هل نار و لیلا بدت لیلا بذی سلمی ام بارق لاح فی الزوراء فالعلمی الى آخره. این را در دو صفحه نقل میکند. بعد قول خود آقای تهرانی را ملاحظه بفرمایید، این ابیات از عارف شهیر و راه رو خبیر مطلع بر رموز و اشارات و عالم به خفایا و کنایات و واصل به حق و فانی در ذات حق تعالی، ابن فارز مصری هست. ابن فارز مصری را با چه کلمات آقای محمد حسین حسینی تهرانی ذکر میکند؟ ببینید، عارف شهیر و راهرو خبیر مطلع بر رموز و اشارات و عالم به خفایا و کنایات و واصل به حق و فانی در ذات وی، ابن فارز مصری، ابو حفص عمر ابن فارز مصری. بله. که پس از گذراندن ایامی در مکه و خیف و منا در معیت بعضی از وارستگان مخلصان، از اینک که از آنجا به شهر و دیار خود آمده، خلاصه اونجا صاحب بله تعریف میکنه و بعضی از احوالش را ذکر میکنه. بعد در صفحه 674 ایشان 674 میگوید خواجه حافظی باید باشد تا سخنان سید هاشم حداد را بفهمد، همان طور که او بود که سخنان خواجه را فهمید. ابن فارزی باید باشد تا مفاد کلمات هاشم حداد را پی ببرد،
همچنان او بود که به مفاد کلمات ابن فارس پی برد. و لهذا میبینید حقیر در این یادنامه مبارکه از این دو عارف نامدار ایرانی و عرب نام بردن، که اون یکیش آقای طباطباییه صاحب کتاب میزان، یکیش هم همین عرب سید هاشم حدار. این به جهت آن میباشد که سید هاشم بدان افق دست یافته بود، اما چون به زبان عربی آشناییش بیشتر از زبان فارسی بود، اشعار ابن فارس را بیشتر میخواند و انس خاصی با آنها داشت و به عقیده اخیر اشعار عقیده خود آقای محمد حسین تهرانی، اشعار ابن فارس از خواجه حافظ قوی تر است، اما اشعار خواجه از اشعار ابن فارس لطیف تر می باشد. اما در سید و سلوک و بدایت و نهایت اردو به درجه اعلای عرفان رسیده اند و اسفار اربعه را تمام نمودند. بله و حرفشان کاملا این حرفشان درسته. کدام حرفش؟ من موافقم این که در معانی عرفانی و معانی صوفیانه کلمات ابن فارس بله حامل کلمات معانی خیلی بیشتره، اما اشعار او اون لطافت اشعار حافظ را ندارد. این کلامش درست، غیر از این که حافظ در زبان فارسی شعر سروده و ابن فارس در زبان عربی، اما این که اینها ولی خدا باشند این را ما قبول نداریم. حالا دوستان عزیز، ابن فارس از ملحدین بوده بلا شک و بلا ریب و اصلا اعتقاد به قرآن کریم نداشته و وجوه کفر او زیاده مانند ابن عربی. یک دلیل بر کفر او نیست، دلایل خیلی زیاده. در این جلسه چون موضوع ما چیست؟ وحدت وجوده. وحدت وجود را ما باید نزد چند نفر باید برای شما روشن بکنیم. وحدت وجود نزد ابن عربی که این کار را ولو با اجمال بیان کردیم، اما در آنچه بیان کردیم غنا هست و کفایه هست و به نحو کافی این مسئله برای شما روشن شده. در نزد ابن فارس برای شما بیان بکنیم که از بزرگان صوفی هست. در اب و مولوی رومی وحدت وجود در مکتب مولوی رومی، گرچه مولوی رومی در تصوف به اندازه ابن عربی و ابن فارس و بقیه نبوده، اما چون به زبان فارسی و به زبان شعر سخن گفته در جامعه فارسی زبان و بالخصوص بین مردم ایران، بله مولوی رومی تأثیر خیلی زیاد داره و مردم او را به عنوان یک کسی که از او باید عقاید اسلامی و ارزش‌های دینی را آموخت و او اصول دین را همانطور که رهبر مفعول فعلی گفته که کتاب او اصول دین اصول دین هست، خیلی مردم به او به این دید نگاه میکنند. این را باید بیان بکنیم. بعد وحدت وجود نزد ملا صدرا باید بیان بشود. بعد وحدت وجود نزد آقای خمینی. این پنج مرحله باید به عون الهی باید بیان بشود. گرچه اگر ما بخوایم که مستوعب صحبت بکنیم دیگر بحث پایان پذیر نیست، چون خیلی صحبت کردن. این فقط در وحدت وجود. بعد وجوه دیگر از کفر اینها مانند انکار کفر کافران، انکار اینکه روز جزا وجود دارد ندارد، کافران به کجا ملحق می شوند، جهنم نار جهنم در اونجا عذاب هست یا نیست. بعد دوستان عزیز بیننده، این که اینها آیات قرآنی را خلاف آنچه که خدا گفته تفسیر و تأویل می کنند، که ثابت می سازد که اینها هیچ گونه ایمان به خدا ندارند، ایمان به قرآن ندارند. چون اگر این کسی که ایمان به قرآن کریم داشته باشد، تفسیر برای به خلاف اون چیزی که قرآن گفته این کار را انجام نمی دهد. از وجوه کفر اینها این است که تمام ادیان را درست می دانند. از وجوه کفر اینها این است که اصلا شریعت را قبول ندارند اینها. اینها به دروغ می گویند که ما شریعت را قبول داریم. این حرف اینها برای عوام فریبی هست، چون در بین مسلمین اینها زندگی می کنند، نمی توانند بگویند که ما شریعت را قبول نداریم. حالا این مطالب بینندگان عزیز با تحقیق کامل ان شاء الله اگر خدا یاری بدهد و ما زنده بمانیم خدمت شما به عرض خواهد رسید. در این جلسه وحدت وجود ابن فارس، وجوه کفر دیگری او فعلا ما کار نداریم. بینندگان محترم، در کتاب شرح تاییه ابن فارس نوشته محمود ابن داوود قیصری، همون ابن داوود قیصری که نصوص فصوص الحکام را شرح زده و ایشان هم خیر قریب العهد بوده به خود ابن فارس و به خود ابن عربی،
قریب العهد بوده و ظاهرا از شاگردان قونوی بوده، از شاگردان قونوی بوده، یعنی خیلی نزدیک بوده زمانش. این شرح تاییه کبرای ابن فارز هست، نوشته داوود ابن محمود قیصری، متوفای سال 751. عرض کردم ابن عربی خودش متوفای سال 738، عفوا 638، این 110 سال بعد از اون فوت کرده. قریب العهد بوده و ظاهرا شاگرد قونوی بوده، متوفای سال 751. تحقیق احمد فرید المزیدی، تبع دار الكتب العلمیه، در سال 1425. دوستان عزیز، در این کتاب بله بعضی از اشعارش را شما ببینید، در صفحه 38 این کتاب، عذر میخوام، صفحه 38 ملاحظه بفرمایید این اشعار ابن فارز را. وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسكي وحج وأمرتي، أي الكعبة مع جهاتها الست ومع جميع مناسكها من الحج والعمرة وتوابعها من العبادات والتقربات كلها متوجهة إلي، مستفيضة مني، طالبة لما لها من جزء، طالبة لما لها من جزئي، وذلك لأن جميع ما في العوالم لا يأخذك ما لهم إلا من الخليفة، فمن وصل إلى مقام الجمع وتحقق بمقام الخلافة يكون الكل متوجها إليه مستفيضا منهم. كل الجهات الست، ميقول كعبة شش جهات دارت، خب چار جهات دارت، چار ديوار دارت، بعد بالا و پایین، كعبة شش جهات. مردم همه رفتن که حج به جا بیاورند و دور خانه خدا بگردند، تواف بکنند، عبادت خدا بکنند، بله. اما کعبه با چهار دیوارش بالا و پایینش به سوی من رو آورده. و کل الجهات السته نحوی توجهت، تمام شش جهت کعبه به سوی من توجه کرده، بما تم من نسکی و حج و عمرتی، بله، در حالی که تمام شده و کامل انجرا شده، عبادات، نسک یعنی عبادات و حج و عمل حج و عمل عمره. شارح این کلمات آقای قیصری میگوید کعبه مع جهات الست و مع جمیع مناسکها، کعبه با شش جهتش و با تمام مناسک حج و عمره و توابع مناسک حج و عمره، عبادات و قرائت قرآن و همه اینها کعبه خودش، بعد عباداتی که در مسجد الحرام به اجرا میشود، نماز خوانده میشه رو اونجا، کسانی روزه میگیرند، کسانی طواف میکنند، کسانی قرائت قرآن میکنند، ذکر خدا میگن، همه اینها به سوی من توجه، به خاطر به سوی منه. به خاطر چی؟ چون من خلیفه خدا هستم و من چون به مقام خلافت رسیده ام، اینها همگی عبادت من را میکنند. و تقربات كلها متوجهة الی، مستفیضة منی، طالبة لما لها من جزئی، و اینها مطالبه میکنن اون چیزی که جزء من هست. خب بعد دوستان عزیز میگوید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه و ذلك لان جميع ما في العوالم، هم چیزی که در تمام جهان ها وجود دارد، لا ياخذ كمالهم الا من الخليفه، کمال خود را نمیگیرن مگر از خلیفه، فمن وصل الى مقام الجمع، کسی که به مقام جمع برسد، یعنی او بله اسم مظهر جامع اسماء بشود، یعنی سلوک بکند از یک اسم به اسم دیگری، سلوک یعنی تحول سالک از یک اسم به اسم دیگری و از یک مقام به مقام دیگری، اسماء یکی بعد از دیگری در او متحقق بشوند و در او تجلی بکنند، بله، مقام جامع اسماء بشود، بله، یکون الکل متوجها الیه، همگی متوجه او میشوند و مستفیض از او میشوند. خب این دوستان عزیز بیننده شرحی کی بود؟ شرح با حالا من بیت بعدیشم نشان بدم، بعد شرح سعدالدین فرغانی که ایشان چی گفته. لها صلواتی بالمقام اقیمها و اشهد فيها انها لی صلتی، لها صلواتی، از
خب یکی از وجوه کفر این ملعون اینه که هر جا که ایشان که امین ابن فارس درباره خدا صحبت میکنه صیغه مؤنث را به کار میبرد، صیغه مؤنث را به کار میبرد. خدا را مثلا میگه معشوقه من، محبوبه من. زبان فارسی صیغه مذکر و مؤنث ندارد، زبان فارسی مذکر و مؤنثش یکی. من میگم شما تشریف آوردید، حالا چه شما مرد باشید چه شما مرد نباشید، زبان عربی این چنین نیست. زبان عربی برای هر کدام مرد و زن تذکیر و تأنیث دارد. بله، و این نهایت بی ادبیه که به مرد شما صیغه زن میگویید. مثلا آقا شما برو پیش آقای خامنه ای بگو شما عجب معشوقه من هستی، عجب محبوبه من هستی، شما عجب زن خوشگلی هستی. خب اونجا چیکار میکنه؟ شما را میکشه، اعدام میکنه، میگه شما به مقام معظم رهبری شما بد گفتیش. یا شما به هر کسی دیگر، یک مغازه فروش هم بگو، مغازه دار هم به او بگو شما عجب زن خوشگلی هستی، شما عجب زن، سینه های شما خیلی قشنگه، زلف های شما خیلی زیبا هست، شما زن خوشگل، شما رو کتک میزنه. اما این صوفیه هر جا خدا را زن خوشگل درست میکنند، از این کدام شرم و عبایی اینها ندارند. حالا لها، این لها کیه؟ یعنی محبوبه. محبوبه کیه؟ یعنی خدا. لها صلواتی، از برای محبوبه من نماز میخوانم. بالمقامی، در کجا؟ در امون مقام بین رکن، مقام ابراهیم علیه السلام. اقیمها، لها صلواتی اقیمها بالمقامی، از برای محبوبه من نماز میخوانم در مقام در رکن ابراهیم. و اشهد فیها انها لی صلتی، و در من در همین نمازهای خود من شهادت میدهم که محبوبه هم از برای من نماز میخواند. محبوبه که خدا باشد، من برای خدا نماز. این آدم معنا این واضح میشه، این میگوید که من نماز میخوانم در حقیقت خدا نماز، چون من خدا هستم، خدا در من حلول کرده. منظورش اینه من نماز میخوانم یعنی خدا نماز میخوانه. من از برای خدا نماز میخوانم، اون خدا در من است، او هم که نماز خوانده او از برای من نماز خوانده چون من خدا هستم. این را میخواد بگوید. حالا دوستان عزیز، کلام شارح را ببینید. ای للمحبوبه هذه الصلوات التي اقيمها في المقام، از برای محبوبه من هست این نمازهایی را که میخوانم در مقام ابراهیم علیه السلام. چون این ملعون عمر ابن فارس مدت زیادی در مکه بوده، این ملعون صوفی بوده، در یکی از این کوههای مکه اونجا زندگی میکرده، تنها بوده، از مردم معزول بوده در مکه، اونجا در اون کوهها زندگی میکرده. خب سابقا شما یادتان اگر باشد یا شنیده باشید، این صوفیه درویش ها این چنین بودن. بله، کسی با اینا سر و کار نداشت، ریشه‌های دراز داشتند و مثلا مردم هم میگفتن که این فقیره، با اون یک مقدار غذا و چیزی بهش میدادن به عنوان گدا، کاری نداشتن. این ملعون این چنین بوده در مکه، در مکه این چنین بوده و این اشعار را سروده. حالا دیگر جماعت صوفیه دنبال افتاده اند که این بله ولی خدا عارف واصله چیه چیه چیه. للمحبوبة هذه الصلوات التي أقيمها في المقام لا لغيرها لتجردي عن جميع ما سواه، بخاطر إنك من جميع ما سواه مجرد شدم جدا شدم. وأشاهد في تلك الصلوات أن المحبوبة أيضا تصلي لي، ومن شهادت ميدهم در يا مشاهدة ميكونم در إن نماز هاي خدم كمحبوبة هم نماز ميخانت. محبوبة براي كي نماز ميخانت؟ براي من نماز ميخانت. المراد بالمقام ظاهرا مقام الإبراهيمي، مقام إبراهيم عليه السلام، وباطنا مقام القلب الذي هو الجامع بين الوحدة والكثرة والحق والخلق معا. ميقول مقام ظاهر مقام، منظورش مقام إبراهيم عليه السلام. باطن مقام، ميقول مقام قلب، كدر أنجا در قلب عارف، وحدة در عين كثرة، كثرة در عين وحدة، ببيان هاي كديروز قفتم. بله، وقد جاء في الحديث النبوي إذا وصل إلى الحضرة نودي قف يا محمد أن ربك يصلي. بله، در حدیث آمده که وقتی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت، اونجا گفتن که شما صبر بکنید که خدا نماز میخونه، میگن که شما صبر کنید. خب این حدیث عمریه هست دوستان عزیز. خدا اگر در قرآن کریم هم آمده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، نه اینکه خدا نماز میخواند، عبادت میکند حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را، یعنی خدا درود میفرستد، نعمت میفرستد، معنایش اینه. این را که تمام طلاب علم میدانن این مطلب را، این که یک مطلب خیلی واضحه.
اینا آمدن این را میگن که نه، چون اینجا مقام مقام وحدت، من که نماز میخوانم خدا هم نماز میخواند، چون من خدا هستم خدا برای من نماز میخواند. و هذا الكلام له ظاهر و باطن. این کلام حدیث که ان ربک یصلی ظاهری دارد باطنی دارد، اما ظاهره فهو ان الصلاه من الله الرحمه ومن الملائكه الاستغفار. ظاهرش همونیه که ما گفتیم، صلات خدا یصلی یعنی یرسل الرحمه، خدا یصلی خدا صلات بجا می آورد، یعنی خدا نعمت ارزانی میکنه. بله، فمعنى البيت اني شاهد في تلك الصلوات ان الحق سبحانه يرحمني ويغفر لي ويعفو عن ذنوب الاشتغال بغيره في زمان الحجاب. خب بحسب ظاهر اگر میخواد بگه ما بگوییم معنای بیت اینجوریه بحسب ظاهر، اما این معنای ظاهری مقصود نیست که بله. و بله بیت چی بود؟ لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي. من شهادت میدهم که وقتی که من نماز میخوانم محبوبه برای من نماز میخواند، محبوبه برای من صلات به جا میآورد. منظور اینه که همونطور ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، من که نماز میخوانم محبوبه بر من درود میفرستد استغفار میکند، ظاهرش اینه. بعد میگوید که نه، و اما باطنه، و اما باطنه معنای باطنی فهو ان احدیت مقام الجمع تشهد. احدیت مقام الجمع، که مقام الجمع مقام واحدی احدیت، که این مصلی و مصلاله هر دو اینا یکی هستند، کسی که نماز میخواند و آن خدایی که از برای او نماز گذاشته میشود، اینها در حقیقت چون یکی هستند. ان المصلی و المصلاله واحد فی الحقیقه و این کان متعددا فی الصوره. باطن این شعر ظاهر معنای ظاهریش مقصود نیست، معنای باطنیش مقصوده. معنای باطنیش یه که مصلی و مصلاله، خوب ببینید دوستان عزیز، فهو ان احدیت مقام الجمع تشهد ان المصلی و المصلاله واحد فی الحقیقه و این کان متعددا فی الصوره. مصلی و مصلاله، مصلی کسی که نماز میخواند، ابن فارس نماز میخواند، مصلاله کیه؟ اون کسی که از برای او نماز خوانده میشود، یعنی ذات اقدس پروردگار عالم. مقام جمع و مقام احدیت مقتضایش این است که اینها هر دویشان حقیقتا یکی هستند، گرچه بله ظاهرا دوتا هستند، ظاهرا دوتا هستند. بله، کما ان النهر اذا توجه الى البحر يظهر متوجه و يظهر متوجه و متوجه اليه و يجي حكم التعدد بينهما مع ان الحقيقه حقيقتهما واحده فالتعدد في صور العبودية والربوبية والأحدية بحسب الحقيقة. فالتعدد في صور العبودية والربوبية والأحدية بحسب الحقيقة. ميقول همونطور مثال نهر، نهر بحر را ببینید. نهر يعني رودخانة، بحر مثلا دريای سند، وقتی که در کراچی در تتا در سند اونجا به بحر هند سرازیر میشه، در اونجا اگر اونجا برید مشاهده بکنید، یا مثلا این رودخانه هایی که در امریکا هست، میسیسیپی، رودخانه میسیسیپی در خلیج مکزیک اونجا به بحر متصل میشود. وقتی که این دوتا متصل میشوند در اون مقامی که اتصاله، مقامی که اینها یکی میشوند، رودخانه از بحر یکیه، رودخانه و بحر یکی هستند حقیقتا، چون اینا دیگر متصل شدن یکی هستند، و به یک حساب اینا دوتا هستند که میبینید اون از اونجا آمد و در صورت مثلا یک مقدار معلوم میشه که بله این آب بحره و اینم آب رودخانه هست که در داخل بحر اون را شکافته و اونجا جاری شده. پس میگوید که فالتعدد فی صور العبودیه و الربوبیه، تعدد در کجا هست؟ در ظاهره، ظاهر عبد و ظاهر رب، اما احدیت به حسب حقیقت، به حسب حقیقت. حالا دوستان عزیز بیننده، من این شرح را اینجا کنار بگذارم، الا یک فقره دیگرش هم نشان بدم بعد شرح. عذر میخوایم دوستان عزیز، لا اله الا الله. این صفحه قبلش بود که خواندیم تمام شد، صفحه بعدیش کلانا مصل واحد ساجد الى حقیقته بالجميع في كل سجدتي. ما هر دوی ما منم نماز میخوانم، محبوبه هم نماز، محبوبه کیست؟ خدا. محبوبه هم نماز میخواند، معشوقه هم نماز میخواند، او هم نماز میخواند، ما هم نماز، منم نماز میخوانم و او، من برای او نماز میخوانم، او برای من نماز میخواند.
کلانا مصل واحد، ما در حقیقت اینجا یک نماز گذاره، در حقیقت اینجا یک نماز گذاره، معشوق من و معشوقه یکی هستیم، من و محبوبه یکی هستیم، من نماز میخوانم، رب تعالی هم نماز میخواند، دو تا نماز گذار نیست، یک نماز گذاره. کلانا مصل و مصل واحد، ما دو تا هر دوی ما یک نمازگزار هستیم، ساجد الى حقیقته، که هر دوی ما سجده میکنیم به همون حقیقت واحده، به حقیقت همون مصلی واحد، حقیقت به همون مصل نمازگزار واحد، اون نمازگزار واحد کیه؟ همون نمازگزار واحد او که بله هم در صورت عبد ظاهر شده هم در صورت رب ظاهر شده. کلانا مصل واحد ساجد الى حقیقته بالجمع في كل سجدتی، بله ساجد، ما هر دوی ما سجده میکنیم به سوی حقیقت اون مصلی واحد، سجده بالجمع في كل سجدتی، بله در هر سجده خود برای او سجده میکنیم، بالجمع بله که مقام احدیت است و مقام جمع هست که اونجا بله همگی حقائق در حق تعالی مندک و فانی هست. أي أنا ومحبوبتي مصل واحد في الحقيقة، وكل ساجد إلى حقيقته إلى حقيقة المصل الواحد بحسب الجمع في كل سجدة. وهر كذي كسجدة ميكون، بس هو إن حقيقة واحدة، كون حقيقة واحدة جميع عالم هاس بأن سجدة ميكون. بعد ميقويات در شعر بعدش هو بالي. وما كان لي صلى سوايا ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، وما كان لي صلى سوايا، كساني كغير ازمن نماز ميخانند، خب شما نماز ميخانيد بقية مسلمين كنماز ميخانند ونا چطور. وما كان لي صلى سوايا ولم تكن صلاتي لغيري، كساني كغير ازمن هستند بله. وما كان لي صلى سواي، كساني که غير از من هستند، اونا که نماز خوانده اند بله صلات اونها، صلات اونها در حقیقت برای من بوده، تمام کسانی که نماز میخوانند نماز اونها برای من هست. و لم تكن صلاتي لغيري في اداء كل ركعتي، و در هر نمازی که من میخوانم نماز من از برای کیست؟ نماز من از برای خود من هست، چون من خدا هستم، خدا در من حلول کرده، ما یکی هستیم. خب حالا دوستان عزیز شرح ایشان، و ما كان صلى لي سوايا الا انا واحد بالحقيقه، بله بله، وما كان صلى لي سوايا، و جز از من برای من کسی نماز نیاورده، و من اون بله الا و من اون حقیقت واحده هستم، بله هیچ کسی دیگر نماز نخوانده در عالم، من خودم نماز خوانده ام، و من و بقیه نمازگزارها ما یک حقیقت واحده هستیم، پس هیچ اصلا نمازگزاری غیر از یکی وجود نداره، و همون یک نمازگزار همون کسی است که از برای اون نماز خوانده می شود. بله فلم تكن صلاتي لأجل غيري في أداء كل ركعتي بل لأجل عبادتي وصلاتي فأنا العابد والمعبود والساجد والمسجود، پس نماز من در هر نماز من برای کسی برای خدایی که غیر از من باشد نیست در ادای هر رکعت من، بلکه این نماز من از برای عبادت و صلات خود من هست. فأنا العابد والمعبود والساجد والمسجود، پس من عمر ابن فارس هم عابد هستم هم معبود هستم و هم ساجد هستم و هم مسجود هستم. چون اینها چیه؟ بینندگان عزیز، خدا را عین هر چیز میدانند، خدا را عین هر چیز میدانند. خب حالا دوستان عزیز این شرح مال کی بود؟ این شرح مال محمود ابن داوود قیصری بود، این شرح مال کسی نیست که من جهله صوفیه این آمده شرح زده. شرح جناب سعید فرغانی، سعید فرغانی ملقب به سعید الدین فرغانی، که خود قونوی در نامه‌ای که برای او نوشته او را به عنوان استادش هم هست، قونوی شیخ کبیر، او را به عنوان شیخ المشایخ اسم برده. و این جناب سعید فرغانی دو شرح دارد بر تائیه، یک شرح به زبان فارسی دارد و
به نام مشارق الدراری که شرح همین تایی ابن فارز است، و یک شرح دیگر به زبان عربی دارد به نام منتهی المدارک. منتهی المدارک، و این عرض کردم همونطور که این سعید فرغانی شاگرد خاص خود قونوی بوده و قونوی شاگرد خاص ابن عربی بوده، لذا این کلماتی را که ما برای شما نقل میکنیم این از جهله صوفیه نیست. من مشارق الدراری را سابق به صورت مطبوع داشتم در قم، بله، اما خب کتابای من خیلی گم شده دیگه در وقتی که امریکا آمدیم و در فرستادن به امریکا، و دجالی هم یک در کتابای ما را دزدیدند و بعضی طلبای قم بردن دیگر. خلاصه من مشارق الدراری که مطبوع داشتم اون از پیش من گم شده، من مجبورم در صورت پی دی اف برای شما نشان بدم. این مشارق الدراری شرح تایی ابن فارس نوشته ای سعید فرغانی. در اینجا دوستان عزیز شرح این را در صفحه 83 این کتاب شما ملاحظه میتونید بکنید، شرح همین ابیاتی که براتون الان خواندم. عذر میخوام، اینه بالای صفحه، این صفحه 83 این کتاب. و کل الجهات ستی نحوی توجهت بما تم من نسکی و حج و عمرتی، یعنی چون کعبه، خب فارسیه دیگه خودتان بخونید، یعنی چون کعبه با وجودی که به وی مضاف است به من متوجه است، توجه الفراغ الى الاصل، فرع الى الاصل، و جمله جهات کعبه در صحت توجه به وی یکسان است، و هر عبادتی که متعبدان میکنند رویش به جهتی از کعبه است، پس گویا کعبه مجتمع جمله عبادات است، از نماز و حج و عمره و دعا و کل ما یجب و او یستحب فیه التوجه الى القبلة ظاهرا. لاجرم جمله جهات کعبه با جمله عبادات که آنجا جمع است همرا روی در من است به تبعیت کعبه و وجود مضاف به وی، از آن روی که من به حضرت جمع وجودی متحققم. دوستان عزیز بیننده، این ایشان سعد الدین فرغانی قریبتر بوده به ابن عربی، و سعید الدین فرغانی بله این تایه ابن فارز را پیش کی خوانده؟ پیش خود قونوی خوانده، قونوی درس میگفته، و کلمات ایشان خیلی روشنه از اون کلماتی که اونجا گفته بود، چون اینا به من توجه آورده چون من خلیفه هستم، اینجا چیز دیگر گفته، واضحتر گفته. کعبه با وجودی که به وی مضاف است، یعنی میگم وجود خانه کعبه، و جمیع جهات کعبه که در صحت توجه به وی یکسان است، هر عبادتی که متعبدان میکنند رویشان به جهتی از کعبه است، پس گویا کعبه که مجتمع جمیع عبادات است، از نماز و حج و عمره و دعا، و کل ما یجب او یستحب فی التوجه الى القبلة ظاهرا. لا جرم جمله جهات کعبه با جمله عبادات که آنجا جمع است همرا روی در من است به تبعیت کعبه و وجود مضاف به وی، از آن رو که من به حضرت جمع وجودی متحققم، چون من بله من و خدا یکی هستیم، بله خدا در من حلول کرده، ما در همه اشیاء متحده خداوند متعال، لذا اینجا بله اینجا چیه؟ بله تمام کسانی که رو به کعبه نماز میخوانند به من نماز میخوانند. لها صلواتی بالمقام اقیمها و اشهد فیها انها لی صلتی. پس حضرت معشوق بسوی حضرت معشوق است یا برای مراعات ظاهر امر او که و اقیم الصلاة و رضای او به همه نمازها که من به مقام ابراهیم که در کعبه حرم کعبه است به پای می دارم و مشاهده می کنم در عین آن نمازها بر وفق سنتی و جعلت قرة عینی فی الصلاة، بدیده دل که حضرت معشوق است که به سیر سرایت ذاتش در صور صفاتش که نفس و قوای مزاجی من است، که به سیر سرایت زادش در صور صفاتش، این ذات و صفات کجاست؟ نفس و قوای مزاجی من است. هم به سوی این حضرت جمع خودش بهر تحقیق کمالات اسمایی خودش نماز می گذارد و توجه می کند، و چون من به این حضرت متحققم، به این حضرت متحققم یعنی من او هستم، من او هستم، من او به صورت من ظاهر شده، منظورش اینه، پس توجه و نماز او به سوی من است، و از جهت تحقیق کمالات من که نیز به نشأت برزخی و حشری و جنانی متعلق است، و حضرت معشوق به این صورت نماز انشاء آن صور می کند که به هر حرکتی و سکنتی و تسبیح و تهلیلی
انشاء روزه و قصر و حوری می فرماید، پس نماز او فی الحقیقه از جهت من است. کلانا مصل واحد واحد ساجد الى حقیقته بالجمع فی کل سجدتی، هر دو یک نماز گزارنده ایم. محبوب هم نماز می خواند، محبوب یعنی خدا، او هم نماز می خواند، من هم نماز می خوانم. در حقیقت هر دوی ما دو تا نماز گزار نیست، یک نماز گزاره. بله، در هر دو یک نماز گزارنده ایم. سجده کننده به سوی حقیقت، حقیقت خود به حضرت جمع در هر نمازی، من و خدا هر دوی ما نماز می خوانیم. بله بله، برای کی نماز می خوانیم؟ به سوی حقیقت خود، که اون حقیقت هر دوی ما یکیه. هر دو یک نماز گزارنده ایم، سجده کننده به سوی حقیقت خود به حضرت جمع در هر نمازی. لیکن چون این حضرت جمع را که من به وی متحققم جهت وحدت حقیقی و کسرت نسبی ثابت است، پس من از حیثیت کسرت نسبی به وحدت حقیقی خود توجه میکنم برای کمال ذاتی خودم، و از وحدت حقیقی به کسرت نسبی توجه میکنم برای کمال اسمایی خودش. پس هر یک به سوی خود توجه کننده و توجه کننده ایم و نماز گزارنده ایم. بله، بینندگان محترم، دیگر حالا اگر اینا را شرح بدهم، خلاصه کلامش همینه که خداوند متعال به صورت من ظاهر شده، به صورت اشیای دیگر هم بقیه کسانی که نماز میخوانند، این خداوند متعال هست که ظاهر شده، و خداوند متعال، بله، نماز اون کسی که نماز میخواند، این در حقیقت خداوند متعال نماز میخواند، و این حقیقت واحده هست که این صور مختلف ظاهر شده. در این بیت ذکر ترقی است از تطلع و شعور به بقیتی از تفرقه و دویی که در لفظ کلانا مدرج است. تابعین جمع که به کلی رافع دویی و تمیز است و بالجمع عبارت است از او، و در بیت آینده تحقیق آن ترقی است و رفع دویی و تمیز بالکلیه و تحقق بعین جمع. بله، و قولی راست از آهنگ حسینی در نوای عن الحق و مایی سبحانی، و ما کان لی صلا سوایا ولم یکن صلاتی لغیری فی اداء کل رکعتی، و آن کس که از جهت من و بسوی من نماز می گذارد و توجه می کرد جز من نبود. و ما کان لی صلا سوایا، بله، من گفتم من نماز می خوانم برای محبوبه، بعد گفتم محبوبه برای من نماز می خواند. ما کان لی صلا سوایا، در حقیقت هیچ کس بجز از من نبود که نماز میخواند. متوجه شدی؟ من نماز میخوانم، محبوبه نماز میخواند. من برای محبوبه نماز میخوانم، محبوبه برای من نماز میخواند. محبوبه کیه؟ یعنی خداوند. من نماز میخوانم، محبوبه نماز میخواند. من نماز میخوانم یعنی خدا نماز میخواند. خدا از برای من نماز میخواند، من از برای خدا نماز میخوانم. اما در حقیقت من برای من کسی نماز نمیخواند جز خود من، چون من و محبوبه ما یکی هستیم. ما کان لی صلا سوای ولم یکن صلاتی لغیری فی اداء کل رکعتی، و آن کس که از جهت من و بسوی من نماز میگذارد و توجه میکرد جز من نبود، و نماز و توجه من جز بسوی من نبود در ادای حرکتی از نماز، بلکه متوجه و متوجه الیه و قاصد و مقصود و عابد و معبود هم من بودم، گاهی از باطن خود به ظاهر و گاهی از ظاهر به باطن برای تحقیق و اظهار کمال ذاتی و اسمای خودم، و به هیچ وجه غیریت را مجال نبود، والله اعلم. خب این وحدت وجود را ما، بله، ما این را ما نمیدانیم، نمیفهمیم. بینندگان عزیز، یگانه دفاعی که فلاسفه دارند و صوفیه و عرفا در برابر اشکالات دارند اینه که اینها هیچ دفاعی ندارند، متهم را، مخالف را متهم میکنند به جهل و نادانی. شما وقتی که اشکال را برای اینا مطرح بکنید، میگه شما نمیدانید، خلاص تمام شد. اون وقت اگر به اینها بگویید که درسته، سلام، ما نمیدانیم، شما بیان بکنید، بعد بازم میگه که شما نمیدانید، شما اینقدر نادانی که حتی نمیتوانم برای شما بیانم بکنم. شما اگر به اون بود جانب مقابل صوفیه بگویید چشم، من نادانم و اینقدر نادانم که حتی اگر تو بیانم بکنی نمیدانم، اما دیگران اینطوری نیستن، شاید در بین این همه مردم چند نفری باشد که اونا اگر شما بیان بکنین، گرچه نادان، همگی نادان، اما اگر بیان بکنی بدانن. میگه نه، بله، همگی تان نادانید. این چیه بینندگان عزیز؟ این دیگر چون جواب ندارن،
چون در اینها یک امر باطل را، یک امر بدیهی الکفر را آمده اند، با آن عقیده پیدا کرده اند و هیچ این عقیدهشان هیچ گونه توجیهی ندارد، فقط در جایی که جانب مقابل مرعوب اصطلاحات اینها بشود، جانب مقابل بله فکر کند که بله واقعا فکر کند پیش خودش که اون میفهمم من نمیفهمم. همون مثالی که اون روز اون خواهر زد که یک امپراتوری بود در جایی در شهری که لباسهای زیبا را خیلی دوست داشت و هر خیاط شهر برای او لباس خیلی زیبایی میدوخت. بله یک خیاطی پیدا شد، گفت من برای امپراتور یک لباسی بدوزم که در نهایت زیبایی و در نهایت حسن، ولا این اما این حسن او لباس را کسی خواهد دید که او عاقل باشد عالم باشد و جاهلین بله این حسن این لباس را نخواهند دید. کسی که جاهل باشند، کسی که نیتش خراب باشد یا دل او پاک نباشد، مخلص شاه نباشد، او این لباس را نخواهد دید. و این مثال خیلی معروفه در امریکا و کشورهای خارجی. چندین سال طول کشید، همواره می آمد از شاه اندازه گیری می کرد و گم می شد، می گفت من این لباس را می دوزم. همه مردم، درباری ها، پادشاه، همگی اینها خیلی کنجکاو بودند که این چه لباسی آخر، که این چنین لباسی که فقط انسان های مخلص این لباس، حسن این لباس را می بینند و زیبایی این لباس را می بینند. آدمایی که عالم نباشند یا منافق باشند، اونها زیبایی این لباس را نخواهند دید. خب روز موعود را اعلان کرد خیاط، گفت فلان روز من میایم این لباس را به شاه می پوشانم و شاه این لباس را می پوشد و در دربار جلوه‌گر می شود. لباس را در روز موعود که قرار بود بیاید آمد و شاه را گفت که لباساتان را بیرون بکنید که من این لباس را به تن شما بکنم، در حالی که هیچ لباسی نیاورده بود. شاه را برهنه کرد، شاه برهنه شد و بعد ادا در آورد که بفرمایید قربان این مثلا این پیرهن را بپوشید، این ایزار را بپوشید و این مثلا شال را سر شانه ایتان بیندازید. شاه بله در اون اتاق خصوصی خودش، چون نمیتوانست بگوید که من جاهلم یا من انسان منافقم، میگفت که به به چه لباس زیبایی دوختید، در حالی که او هیچ چیزی نبود اونجا، لباسی نبود. مثلا شاه خلاصه عدای لباس پوشیدن شاه را در آورد و شاه را بیرون آورد در دربار. همه مرا که اعلانم کردن قبلا که شاه با یک لباسی میآید که فقط علما حسن آن لباس را میبینند و کسی که منافق باشد حسن آن لباس و زیبایی آن لباس برای او ظاهر نخواهد شد. خب وقتی که وارد دربار شد شاه، همگی مردم، وزیر و خدم و هشم همگی شروع کردن به تعریف کردن که شاه عجب لباسی پوشیده، چقدر لباس زیبا، چه لباس نورانی، چه طرحهایی دارد این لباس، در حالی که شاه لخت لخت بود. بعد این امپراتور را آوردند وسط بله رژه نظامی و اینها ببینند، تا یک طفلی دید و بر او خندید، گفت شاه که لخت آمده، شاه که لخته. بله همه مرد، خود شاه هم متوجه شد، همه مردم متوجه شدند که نه، این در ما خللی نیست که ما منافقیم یا ما نادانیم، بلکه اصلا شاه لباسی ندارد و اینجا خدعی به کار رفته. بله این جناب آقایون صوفیه هم این چنینند. و ما کان لی صلا سوایا ولم یکن صلاتی لغیری فی اداء کل رکعتی. و آن کس که از بله آن کس که از آن و آن کس که از جهت من و به سوی من نماز می گذارد و توجه می کرد جز من نبود و نماز و توجه من به سوی من نبود در ادای حرکتی از نماز، بلکه متوجه و متوجه الی و قاصد و مقصود و عابد و معبود هم من بودم، گاهی از باطن خودم به ظاهر و گاهی از ظاهر به باطن برای تحقیق و اظهارات کمالی و اسمایی خودم و به هیچ وجه غیریت را مجال نبود، غیریت را مجال نبود. خب دوستان عزیز بیننده، اینجا برای شما روشن شد. در جای دیگر بینندگان عزیز، ایشان در کتاب مشارق الدراری، ملاحظ در کتاب تایه کبرا، این شرح تایه کبرا نوشته ابن فارس، شرح نوشته قیصری تایه ابن فارس، عمر ابن فارس در این کتاب دوستان عزیز صفحه 56 را ملاحظه بفرمایید شما.
وفي الصحو ففي الصحو بعد المحو محوي لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذا تحلت تجلتي. دوستان عزیز، صحو و محو چیه؟ صحو آن حالتی را میگویند که صوفی در آن از حالت دیدن وحدت بیرون می آید، از دیدن مشاهده بیرون می آید. صحو حالت غیر مشاهده و حالت غیر شهوده، حالت بیداری، حالت نرمال. محو کدام حالتیه؟ محو آن حالتیه که صوفی شهود میکنه وحدت حق تعالی را و جلال او را و جمال او را و اسماء را و صفات را و ذات را و هر بلای دیگر را که اینها مدعی هستند. محو آن هست و صحو این است. خب ایشان میگوید که این که من عین خدا هستم، اینجوری فکر نکنی که من عین خدا هستم فقط در حالت محو، فقط در حالت شهود. من چه در حال شهود باشم چه در حال شهود نباشم برای من فرقی نمیکند. منم عارف واصل، منم عارف شامخ، من به مقام بله فنا فی الله و فنا فی بعد البقا مثلا به اون فنا رسیده. میگوید ففی الصحو بعد المحوی لم اکو غیرها، من چه در حالت صحو باشم چه در حالت محو باشم، چه در حالت شهود باشم چه نباشم، لم اکو غیرها، من از غیر از محبوبه خودم نیستم. لم اکو غیرها، من غیر از محبوبه کسی دیگر، محبوبه کیه؟ محبوبه یعنی حق تعالی، من غیر از او نیستم. و ذاتی به ذاتی اذا تحلت تجلتی، بله و ذات من به ذات خود من هنگامی که بله تحلی کند تجلی می کند. ذات تحلی دوستان عزیز، اگر منظور تحلی باشد، تحلی یعنی زینت پیدا کردن. ذات من که ذات من عین ذات محبوب هست، این ذات من و ذات حق تعالی وقتی که ذات من مزین به ذات او می شود و ذات من عین ذات او می شود، این تحلی، این ذات من تجلی پیدا می کند، ذات من ظهور پیدا می کند به صورت اشیاء مختلف. یا این که بگیم این تحلتی، این از حلوله، بله اینه که بله ذاتی به ذاتی اذ ذاتی به ذاتی تحلت تجلتی، اون هنگامی که ذات من در ذات خودش حلول می کند، ذات من در ذات خود من حلول می کند، ذات من که ذات خداست در ذات خودم که ذات خداست حلول می کند، یعنی وحدت دیگر یکی هست. اون زمان هنگام تجلیه. حالا ببینیم که شراح چی گفتن. ای بسبب انیف فنیت فی الحضرة و بقیت بها، به سبب این که من فنا شدم، یعنی من اصلا کثرت را نمی بینم، و بقیت بها و من در این حالت فنا بقا ماندم، و اتصفت بالصحو بعد المحو و من متصف شدم بالصحو بعد از محو، یعنی حتی من در حالت غیر شهود هم من شاهدم، در غیر حالت شهود من شاهدم. وجدت ذاتي غير ذات المحبوبة وارتفعت الغيرية بيننا فقداني عند تجليها لذاتها متزينة بذاتها لا بغيرها، بل من ذاتم را يافتم كغير ذات محبوبة هست، وارتفعت الغيرية بيننا وغير ذات من که غیر ذات محبوبه بود، ارتفعت الغیریت بیننا، به این غیریت بین ذات من و ذات محبوبه کاملا برطرف شد. بلی فقدانی عند تجلیها لذاتها متزینت بذاتها لا بغیرها، این مطلب ایشان برای من زیاد واضح نیست که چی میخواد بگه. بلی ارتفعت الغیریت بیننا فقد فقداني ام فقد اني عند تجلي فوص بله متزين. حالا ببینیم دوستان عزیز، من شرح چی را براتون نشان بدم. حالا بعضی جاها کلمات اینها اگر زیاد روشن نباشه اون تقصیر ما نیست. مشارق الدراری را ببینید دوستان عزیز، مشارق الدراری امین ابیات را چگونه گفته. مشارق الدراری ابن فارز، شرح تایی ابن فارز نوشته ای سعید فرغانی دوستان عزیز، در اینجا صفحه
لا إله إلا الله. صد و هشت، صفحه 108 این کتاب. ففي الصحو بعد الموت لم ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلتي تحلتي. خب اینجا یکم این نسخه فرق میکنه. پس در این ها در این هوشیاری آخرین و بقای حقیقی بعد از این به محو الفناء فی الفناء، من نیستم جز حضرت معشوق، لم اكو غیرها، نیستم جز حضرت معشوق. و چون حقیقت این ذات یگانه به جمعیتها و کلیتها تجلی کرد و ذاتی به ذاتی استجلت، آن ذات من که پیش از این مقید و جزئی بود اکنون با این ذات من که اطلاق و کلیت و جمعیت حقیقی او راست آراسته شد و آن حکم تقید و عیب و عیب جزئیت از او زائل گشت و جز یک ذات مطلق که کل الکل هست ظاهر نماند. بله، کلمات سعد خیلی واضح روشن، کلمات سعید فرغانی، بله بعضی ها گفتن سعد فرغانی اما درستش سعید فرغانی هست، همونطوری که آقای آشتیانی گفته در مقدمه تحقیقش. بله دیگر دوستان عزیز، کلماتشان واضحه در این هوشیاری آخرین یعنی صحو و بقای حقیقی بعد از این به محو الفناء فی الفناء، بعد از این که اونها بله صوفی و عارف و سالک دیگر بله حالتش این چنینه که در غیر حالت شهود هم او شاهد وحدت هست، به اون مقام آخر رسیده دیگر صوفی. و چون حقیقت این ذات ای بله من نیستم جز حضرت معشوق، و چون حقیقت این ذات یگانه به جمعیتها و کلیتها تجلی کرد، آن ذات من که پیش از این مقید و جزئی بود، من که قبل از این مقید بودم، جزئی بودم، من یک شخص خاص خودم را میدیدم، کوچک میدیدم، مقید میدیدم، محدود میدیدم، اکنون هم با این ذات من که اطلاق و کلیت و جمعیت حقیقی او راست آراسته شد و ذاتی به ذاتی اذ تجلت تحلتی، و این ذات من با و این حقیقت ذات من که مقید هست و محدود هست، وقتی که این بله واضح شد که این با همون حقیقت کل یکیه و اینجا اصلا غیریتی در کار نیست، بله با اون حقیقت کل آراسته شد، آن حکم تقید و عیب جزئیت از او زائل گشت، دیگر من آن جزئیه محدود نیستم، من کی هستم؟ من و محبوب ما یکی هستیم، من دیگر محدود نیستم، من مطلق هستم، من مقید نیستم، محدود نیستم، بی انتها هستم. حالا که این بیت معنایش از اینجا روشن شد، گرچه عبارت جناب داوود قیصری کمی غموز داشت، حالا ما نسخه های دیگرش را هم فرصت نبود که ببینیم که عبارتشان را از روی نسخه های دیگر حل بکنیم. حالا برگردیم به شعر بعدیش، بیت بعدیش دوستان عزیز. از این ابیات پر از کتاب این ملعون. شعر بعدیش این بود دوستان عزیز. کجا شد؟ ففي الصحو بعد المحو اون شديد. فوصفي اذ لم تدعى باثنين وصفها وهيئتها اذ واحد نحن هيئتي. فوصفي وصفها، وصفي مبتدا وصفها خبر. صفات من صفات محبوبه هست، صفات من صفات اوست، وهيئت من هيئت اوست، بلي وصف من وصف محبوبه هست. اذ لم تدعى باثنين، اون هنگامی که اثنینیت را نبینید، هنگامی که ما دوتا خوانده نشویم، وصف من وصف اوست، صفات من صفات اوست. و هیئتها اذ واحد نحن، اذ واحد نحن هیئتی، و شکل و شمایل و صورت و هیئت من، هیئت محبوبه، هنگامی که ما یکی هستیم، پس به تحقیق اون زیرا که ما یکی هستیم، هیئتی شکل و شمائل و هیئت من هست. اذ کانت ذاتی عین ذات المحبوبه. خوب ببینید دوستان عزیز شرح کیه؟ شرح قیصریه دیگر، قیصری آدم کوچیکی که نیست. اذ کانت ذاتی عین ذات المحبوبه ولم ندعه به اثنین،
این ندعه هست یا بله ندعه هست ظاهرا، صيغه متکلمه مع الغیر. هنگامی که ذات من، چون که ذات من، چون که ذات من عین ذات محبوبه هست و ما دوتا نیستیم و ما را دوتا نمیخوانیم، ما خود را دوتا نمیخوانیم و ما را دوتا، ما دوتا خوانده نمیشیم. فکل وصف اکون موصوفا به هو وصف المحبوبه. پس چون ما دوتا نیستیم، ذات من عین ذات محبوبه هست، هر وصفی که من با اون وصف موصوف هستم او عین وصفی که محبوبه هست. و کل نعت تنعت به المحبوبه فهو نعتی، نعتی. و هر نعتی و هر صفتی که مال محبوبه، محبوبه منظورش که خداوند، منظورش هر نعتی که از خدا هست اون نعت، اگر او رزاق، اگر او خالق، اگر او بله رحمان الرحیم، من هستم، من هستم. همچنین نعت های من، اگر من مثلا فرغانی هستم یا من مصری هستم یا من مثلا در مکه هستم، طواف میکنم، روزه میگیرم، این تمام اینها وصف ها، اینها وصف ذات پروردگار عالم، چون دوتا نیستیم، ما یکی هستیم. بعد میگوید فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى أجابت من دعائي ولبتي وإن نطقت كنت المناجي كذاك إن قصصت حديثا إنما هي قصتي. فقد رفع التاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. فإن دعيت، اگر يا كذبيات براي من دع بله، فإن دعيت عفوا، فإن دعيت كنت المجيبة، فإن دعيت محبوبه من را اگر كذي برايش دعا بكنت، يا كذي آمد دعا كت بيش خداوند متعال، خدايا بمن اولاد بده. فإن دعيت، يا كذي آمد بيش محبوبه دعا كرده، كنت المجيبة، اون كذي كه اجابت ميكند منم، چون من و محبوبه يكي هستيم، محبوبه، محبوبه یعنی خدا، من و خدا یکی هستیم الیاز بالله. اگر یک کسی بیاید پیش محبوبه دعا بکند ولی اون کسی که اجابت دعا میکند من هستم. و این اکن منادا اجابت من دعانی و لبتی. و اگر کسی بیاید مرا ندا بکند، یک کسی مرا ندا بکند، اجابت، اون محبوبه میاد اجابت میکند اون کسی را که برای من مرا خواست خوانده و لبتی، و محبوبه به جای من لبیک میگوید، نعم میگوید، و او محبوبه جواب او را میدهد، چون منو بله ما یکی هستیم دیگر. و این نطقت کنت المناجی، اگر محبوبه صحبت بکند، نطقت محجوبه، اگر بیاد نطق بکند، کنت المناجی، اون کسی که نجوا میکند من هستم، اگر خدا حرف میزند گوینده من هستم. کذاک ان قصص، قصصت حدیثا انما هی قصت، انما هی قصتی او قصتی. همچنین اگر محبوبه بیاید یک حدیثی بگوید، حدیثی قصه کند، حدیثی قصه کند یعنی حدیثی حکایت کند، سخنی بزند، انما هی قصتی، من هستم که حرف میزنم، محبوبه کی؟ خداوند متعال. فقد رفع التاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. تاء مخاطب، ضربته، تاء ضربته، كتبته، شربته، تاء مخاطب اینجا برداشته شده، این تاء، تاء مخاطب، فرق ضربته و ضربته، ضربته چیه؟ اگر گفتی ضربته، ضربته یعنی تو زدی، اگر من گفتم ضربتو من زدم، ضربته، ضربتو، این ضربته تایش تای مخاطب است، ضمیر مخاطب، ضربتو ضمیر متکلم، میگه این تا از وسط برداشته شده، این که تو کردی یا من کردم در زبان فارسی تای ضربته چیه؟ میگه کردی یا کردم، میم، این یا و میم از وسط برداشته شده دیگر نیست، بله چه او بکند چه من بکنم، یک فاعل یک اثر، فاعل یک اثر، تا مخاطب از وسط برداشته شده. بله.
وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. تاي مخاطب از وسط بين من و محبوبه برداشته شده، و در برداشته شدن این در رفع این تاي مخاطب عن فرقة الفرق رفعتي، من و محبوبه از اینکه بین ما فرقی بود این فرق دیگر مرفوع شد و از بین رفت. شارح چی میگوید؟ فإن دعاه داع في دعائه وأجابه الحق سبحانه أنا كنت المجيب له. اگر یک کسی بیاید دعا بکند در دعای خودش، ولی برای خدا بیاید دعا بکند و حق تعالی اجابت بکند، اون کسی که اجابت کرده اون منم، اون حق تعالی اجابت بکند، اون اجابت کننده من عمر ابن فارز مصری هستم، شاگرد ابن عربی. و ان نادانی مناد فاجبت نداءه وكانت هي مجيبة لمن دعاني قائلة له لبيك. و اگر یک کسی بیاید مرا صدا بزند، عمر، عمر ابن فارس کجایی؟ كانت هي مجيبة لمن دعاني، اگر من بگویم که بله عمر ابن فارس اینجا نشستم، بگویم این من نگفتم، این خدا گفته و خدا گفته اینجا لبیک. و ان نطقت المحبوبه كنت ذاك الناطق والمناجي، اگر محبوبه سخنی بگوید اون سخنگو و اون مناجات کننده من هستم. و كذلك ان قصصت حديثا، همچنین محبوبه یعنی خدا الیاذ بالله اگر یک کلامی بگوید، حرفی بزند، کانت هی قاصه له لاتحادنا وارتفاع المباغایره من بیننا، خداوند متعال ولی قصه من را میگوید، حکایت من را میگوید به خاطر اینکه من و خدا یکی هستیم، اتحاد کامل بین ما هست و ارتفاع مغایرت بین ما، ولذلك به خاطر این رفعت من بیننا تاء المخاطب، در بین من و خدا تاء مخاطب نیست، لاستعمالها بين المتغايرين. وفي رفع هذا التاء كانت رفعتي عن فرقة الفراق، تاء مخاطب بين دو چیز غير هم ديگر باش استفاده بشه، من میگم من کردم تو کردی، من گفتم تو گفتی، چون منی هستم توی هستی، بین ما فرق اینجا صيغه مخاطب و صيغه متكلم. اما متکلم و مخاطب اگر هر دو اینها یکی بود دیگر تغایری نیست، دیگر همش یک صیغه است. متوجه هستین؟ و هنگامی که این تاء مخاطب برداشته بشود رفع می شود، بله تفریق فراق، تفریق فراق، بله عن ناطفت عن طائفت المحجوبین عن الحق القائلین بالفرق بین عبد و ربه، بله رفعتی عن فرقت الفرقی، ایشان رفعت خودش را از فرقه فرق که در بیتش آمده اینجا یک معنای دیگر گرفته، که من ارتفاع و علو من نسبت به اون حرفی که محجوبین میگویند که عبد با رب دوتا هستند، این که مقام من بالاتر هست، از این از کجا فهمیده میشود؟ از رفع تای مخاطب. و هنگامی که تای مخاطب برداشته شد و معلوم شد که من و محبوبه یکی هستیم، من و معشوقه یکی هستیم، من و یار مثلا یکی هستیم، یار کیه، معشوقه کیه، خداوند متعال، ما یکی هستیم، اینجا علو مقام من، رفعت من، علو مقام من از اونهایی که بقیه فرق از اونها روشن می شود. اونها کی هستن؟ شارح می گوید که طائفه المحجوبین عن الحق، اونهایی که حق خدا از خداوند متعال در حجاب هستن، القائلين بالفرق بين العبد وربه، اونهایی که میگن که عبد و رب با هم فرق دارن، عبد رب نیست، رب عبد نیست، بنده و خدا یکی نیستن، اینا فرق هستن، این مقلوب به مقام من و بلندی دانش من نسبت به اونها واضح میشود. این مقدارش را دوستان عزیز من از شرح سعد فرغانی برای شما نشان بدهم، بعدش برمیگردیم به ادامه کلام ابن فارغ. در مشارق الدراری، این مشارق الدراری صفحه 108، بله
فوصفي إذ لم ندع باثنين وصفها وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي. پس هر صفتی که اکنون خوب ببینید در این صورت عنصری مرا وصف کنند از زحک و بکا و سخط و رضا و جوع و مرض و امثال این، آن وصف حضرت قائم معشوقم می باشد، آن وصف حضرت ذات معشوقم می باشد و هر صورتی و شکلی که او را باشد از حسن و جمال و عظمت و کبریا و نحوها، چون اکنون ما هر دو ذات یکی شده ایم آن هیئت و صورت من باشد. و از اینجا حقیقت مرضت فلم تعدنی و جعت فلم تطعمنی و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما و ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله و رأيت ربي في احسن صوره ان الله جميل يحب الجمال و يتجلى لهم الرب في ادنى صوره و امثال این معلوم می شود والله المرشد. خب بله، چون صفت من و صفت پروردگار عالم یکی هست و صفت او صفت من است، صفت من صفت او هست، چون ما یکی شده ایم حقیقتا ذات ما یکی هست. بعد میگوید استشهاد میکند به بعضی از این روایات، بعضی از این روایات صحیحه و بعضی از این روایات صحیح نیست. بینندگان محترم، روایاتی که در این باب استشهاد کرده، یکی این دوستانه مرضت فلم تعدنی، مرضت که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام گلایه کردن من مریض شدم تو شما به اجابت به عیادت من نیامدی، خدای تو مریض نمیشی، گفت فلان بنده من مریض شده تو به عیادت او نرفتی. خب بینندگان محترم، اینجا مرض اون عبد را خدا به خودش نسبت داده. آیا مقصود اینه که ابن سعد فرغانی میگوید که ذات اون مریض با ذات خدا یکیه، پس هر وصفی که اون مریض داشت اون وصف خدا هست؟ منظور اینه؟ منظور این نیست بینندگان عزیز. منظور اینه که کسی که بله مانند اینه که کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام برود گویا این که به زیارت خدا در عرش رفته، نه اینه که بین اینا وحدت موجوده، امام حسین علیه السلام خدا هست. منظور این نیست، یعنی نهایت ثواب را دارد، نهایت ثواب را دارد و خداوند متعال دعای خود را، دعای آدم را زیر قبه امام حسین علیه السلام اجابت می فرماید. شما در زیر قبه امام حسین علیه السلام اگر دعا بکنید برای اجابت دعای شما هیچ گونه حجابی وجود ندارد، گویا در عرش خود خدا که اونجا هیچ حجابی نیست اونجا دعا کردید. منظور این می باشد. همچنین عیادت مریض، نه اینکه خدا اونجا واقعا ذات این مریض با ذات خدا یکیه، منظور این نمی باشد بینندگان عزیز، چون منظور اینه نهایت ثواب. و وقتی که شما به عیادت انسان مؤمن می روید اونجا رضایت پروردگار عالم شامل حال شما می شود و اونجا اگر دعایی بکنید این دعا استجاب می شود و بین دعای شما و بین ذات اقدس پروردگار عالم حجابی نخواهد بود به خاطر این فعل خیری که شما انجام دادید. به این خاطر گفته، نه اینکه واقعا پروردگار ذات اون مریض با ذات خدا یکیه. حدیث دوم که ایشان استشهاد کرده و جعت و فلم تطعمونی، از همون ما قبل روشن شد اون گرسنه شدم مرا غذا ندادی و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى، آیه قرآن کریم درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون انگامی که شما تیر انداختید، بله شما تیر ننداختید خدا تیر انداخت. این دوستان عزیز بیننده به این خاطر نیست که ذات رسول خدا صلی الله علیه و آله عین ذات پروردگار عالمه، این اصلا مقصود نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى، اون انگامی که تیر انداختید شما تیر ننداختید خدا تیر انداخته. منظور اینه چون هر فعل رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر خدا هست و به مشیت خدا هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله بدون امر خدا هیچ کلامی نمیگوید. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کلام وحی الهی هست. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کی اطاعت رسول بکند اطاعت خدا کرده. هر کسی که به رسول صلی الله علیه و آله ایمان بیاورد به خدا ایمان آورده. هر کسی که ایشان را اذیت بکند خدا را اذیت کرده. من اطاع علی علیه السلام فقد اطاعنی، هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را اطاعت بکند به تحقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله را اطاعت کرده. و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى، منظور این می باشد چون این تیر انداختن رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر پروردگار عالم می باشد، بویا اینکه خود خدا این تیر را انداخته، نه اینکه حقیقتا اینجا بله ذات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ذات خدا یکیه. این تغایر وهمی می باشد و اینجا بله خدا خودش آمده تیر انداخته، منظور که این نیست، این را تو اهل شریعت می دانند. آیه دیگر که ایشان استشهاد کرده ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیعت میکنند بله به تحقیق اینها با خداوند متعال بیعت میکنند.
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بله کسی که با پیغمبر کم صلی الله علیه و آله بیعت کرد، او با خدا بیعت میکند. منظور چیه؟ یعنی ذات پیغمبر کم صلی الله علیه و آله عین ذات خداست، علیاذ بالله. مقصود این نیست، مقصود اینه که این بیعت اینقدر مقدسه، اینقدر مبارکه، یعنی شما عهد میکنید که یا رسول الله من جان فدای شما صلی الله علیه و آله، در تمام خطرها، در تمام مشکلات من جان فدای شما و من هیچ وقت فرار نمی کنم، هیچ وقت از اطاعت شما سرپیچی نمی کنم، غلام در شما و غلام در اهل بیت شما علیهم الصلاة والسلام هستم. این گویا این عهد را شما با خود خدا کرده اید. این را اگر شکستی، این را اگر شکستی، عهدت را با خدا شکستی. مقصود اینه، نه اینکه بله پیغمبر ذاتش با خدا یکیه، من آمده اونجا بیعت می کنم، با خود خدا بیعت کردم. مقصود این نیست. در زبان عرب مجاز خیلی زیاده، مجاز خیلی زیاده، بله مجاز خیلی بابش وسیعه که در همچین مواردی گفته می شود. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. بله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. این مجازه، نه این که حقیقتا ذات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عین ذات خدا باشد. و رأیت ربی فی احسن سوره. خب من خدایم را دیدم که خیلی خوشگل بود، که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرقه عمریه روایت کردند که من خدایم را دیدم خیلی خوشگل بود. اینا میگن چون ذات خدا عین ذات پیغمبره، پیغمبر اگر خودش هم دیده، خدا را در احسن صوره دیده. خب این حدیث اصلا نزد ما مقبول نیست، این مردوده، لذا جوابی نمیخواهد. و ان الله جمیل یحب الجمال. خداوند متعال بله زیبا هست و خداوند متعال جمال را دوست دارد. اولا این من نمیدانم این از احادیث صحیحه باشد، از احادیث صحیحه باشد که خدا زیبا هست و زیبایی را دوست دارد. حالا اگر بگیم احادیث صحیح هست، این که ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیبا هست، زیبایی خدا زیبایی مادی نیست، زیبایی خدا زیبایی بله صورت ماهرویان نیست، صورت زنهای خوشگل یا پسران خوشگل، صورت خوشگل زیبایی خداوند متعال چون رحمان رحیم است، چون عالم به همه چیز است، چون حکیم است، چون قدرت دارد، تمام عالم را صنعت بخشیده، هر زیبایی را او آفریده. از این جهت، از این جهت زیبایی خدا به این معنا هست و این هیچ گونه دلالتی بر این ندارد که ذات خدا با یک شی دیگر یکی شده. حدیث بعدی که شان استشهاد میکند و یتجلا لهم الرب فی ادنا صوره. روز قیامت، این حدیث صحیح بخاری، خداوند متعال در یک صورت خیلی کریه ظاهر میشود، در یک صورت خیلی بد، در یک صورت خیلی دنی ادنا، یک صورت خیلی پایین مرتبه، کریه المنظر خدا ظاهر میشود. یارو رو ببینی که خیلی از اون بدگلتر در عالم، از اون کریه المنظرتر نیست، خدا آمده علیاذ بالله به اون صورت ظاهر شده. خب دیگر اینا، این احادیث بر ما شیعیان حجت نیست، چون ما این احادیث را دروغ میدانیم. درست شد؟ این جوابشان. خب فإن دعیت کنت المجیب، فإن دعیت کنت المجیب و إن اکن منادا اجابت من دعانی و لبتی. پس چون من حالا برگردیم به کلام شاعر و شارح. شاعر کیست؟ ابن فارز، شاگرد ابن عربی. شارح کیست؟ سعد فرغانی، شاگرد قونوی. قونوی هم که پسر، به منزله پسر ابن عربی هست. بله کلام این شد که شاعر میگوید که ذات او عین ذات حق تبارک و تعالی است، لذا به خاطر این وحدت هست. فإن دعیت کنت المجیب. اگر کسی محبوبه را بخواند، صیغه مؤنث، مؤنث مجهول غائب، اگر کسی اون محبوبه من را بخواند، کنت المجیب. اگر حضرت او خوانده شود به دعایی و سؤالی، یعنی اگر کسی پیش خدا دعایی بکند، خواهشی بکند، سؤالی بکند، من باشم اجابت کننده. و اگر من بانگ کرده شوم، و این اکن منادا، اگر مرا کسی ندا کند در حاجتی، اگر من بانگ کرده شوم در حاجتی و دفع بلیتی، یعنی یک کسی از من بخواهد یک بلایی را دفع بکنم، حضرت او باشد جواب دهنده و لبیک گستر به قضای آن حاجت و دفع بلیت. و خداوند متعال در اونجا می آید لبیک می گوید و اون حاجت را مرتفع می سازد. و این نتقد کنت المناجی كذاك ان قصصت حديثا انما هي قصتي. بلی قصصت حديثا انما هي قصتي. و اگر او سخنی گوید، آن راز گوینده من باشم، و اگر من قصه خوانم، او باشد که حکایت کند
او باشد که حکایت و قصه عرضه کرده باشد. فقد رفعت تاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. پس به درستی مرفوع شد تاء مخاطبه بین ما. تا اگر کسی گوید کنت آن کنت و در رفع این تاء خطاب از آن اهل و جماعت که به تفرقه و دورویی گرفتارند بلند شدم و آزاد آمدم. در این بیت صنعت ایهام به کار برده است. در آنچه گفت رفعت تاء المخاطب که یک معنی آن است که مرتفع شد و ناچی شد تاء مخاطب میان ما، تا در حکایت ما اصلا آن بله آن حرف یا آن حذرف، من نمی حذرف چیه، به کار بردن درست نباشد. و دیگر آن که آن حرف که ضمیر است و فتح و نصب او بر مخاطب دلالت می کند و ضم و رفع او بر نفس متکلم، و کنون آن حرف تا در میان آن حرف تا در میان سخن ما به کلی جز بر رفع و ضم به کار بردن جایز نماند. خب بینندگان محترم، حالا این کلمات ایشان را در اینجا دیدید. حالا بریم در شرح تایه قیصری متباقی کلام ایشان. شرح تایه قیصری لابن فارس در اینجا دوستان عزیز همین ادامه این اشعار ابن فارس فإن لم يجوز رؤية الاثنين واحدا فإن لم يجوز رؤية الاثنين واحدا حجاك ولم يثبت لبعد تثبتي سأخلو إشارات عليك خفية بها كعبارات لديك جليتي وأعرب بها مغربا حيث لا تحين اللبس بتبيان سماء ورؤيتي. يقول ميقول أي إذ لم يجوز عقلك حجاك يعني عقلك، اگر جائز نداد، اجازه نداد عقل تو به تو که رؤیت اثنین واحدا، فإن لم يجوز يجوز رؤیت اثنین واحدا حجاك، حجاك یعنی عقلك و حجتك. اگر عقل تو و حجت تو گفت این جائز نیست که دو تا شی چطور یکی باشن، تو میگی من خدا هستم، خدا تو هست، این شما هر دو تن یکی هستید، این جائز نیست، عقل اجازه نمیدهد اگر این را گفت. أي إن لم يجوز عقلك يا طالبة يا طالبه أي طالب علم طلبة بل أن يصير الاثنان واحدا كدوتا يكي باشد ولم تثبت ذاك لبعدك من مقام الكشف رؤيتك الأمر على ما هو عليه وثباتك فيه. وإن براي تو ثابت نباشد بخاطر إنك تدور حسي از مقام كشف بله و امر را و حقیقت را آنچنان که هست نمیبینی، چون در بر کشف و بر مکاشفه و بر شهود شما ثابت قدم نیستی. سأظهر لك امورا خفیه بها تتيقن و تعلم صيروره الاثنين واحدا فتنكشف لك الاشارات النبويه والرموز الالهيه. من برای تو امور خفیه را ظاهر میسازم، چون تو طالب علم هستی، تو نمیدانی که دو تا چطور یکی میباشد، دو چیزی که دو تاست این چطور میتونه یکی باشه، من و خدا هر دوی ما یکی باشیم، بله این چطور، تو که طالب علم هستی، تو که شهود نکردی، تو که نادانی. میگوید من مانند آقای موسویان نیستم که به شما بگم شما نمیدانیم پس من بیان نمیکنم، نه من بیان میکنم. سأظهر لك عليك امورا خفيه، امور خفیه را من برای شما روشن میکنم. بها تتيقن و تعلم سيروره الاثنين واحدا، که با این امور خوب یقین پیدا میکنی و میدانی که دوتا یکی هستند، دوتا یکی میشوند، بنده و خدا هر دوش یکیه. فتنکشف لک الاشارات النبویه، اون وقت احادیث نبوی را میفهمی. جماعت صوفیه داعش نمیه که احادیث نبوی بدون تصوف و عرفان و حکمت فلسفه قابل فهم نیست، در حالی که اون زمانی که اهل بیت علیهم السلام صحبت میکردن فلسفه اصلا بین مسلمین نبود، عرفان نبود. و الرموز الالهيه، رمزهای قرآن برای شما روشن میشه. کان انکشاف العبارات الجهليه الظاهره لديك و اعرب عنها، و برای شما اعرب عنها یعنی بسیار واضح بیان میکنم حال کون آتیا بامر غریب، بله در حالی که من یک اعرب عنها مغربا، در حالی که یک امر خیلی
غریب را، امر خیلی ناآشنا را برای شما می آورم، اما این امر ناآشنا را برای شما واضح می سازم. فی مقام لیس للزمان فیه مدخل ولا لللبس فیه اثر. بله، در یک مقامی که زمان و لبس در اون هیچ اثر ندارد، به دلیل سماع و شهودی، ای به دلیل نقل السمعی و کشف الشهودی، با دو دلیل بر شما من استدلال میکنم، هم به دلیل حدیث و هم و آیات قرآن و هم به دلیل مکاشفه و شهود. و اثبت بالبرهان قولی ضاربا مثال محق و الحقیقت عمدتی بمتبوعت ينبيك في الصرع غيرها على فمها في مسها حيث جنتي ومن لغة تبدو بغير لسانها عليه براهين الأدلة صحتي وفي العلم حقا أن مبتغ غريب ما سمعت سماها وفي الحسن أبدتي فلو واحدا أمسيت أصبحت واحدا منازلة ما قلته عن حقيقتي ولكن على الشرك الخفي عكفت لو عکفت لو عرفت بنفس عن خود الحقی ضلتی. دوستان عزیز محترم، من به همین مقدار در این جلسه اکتفا میکنم. اشعار دیگر از مشارق الدراری و از تاییه شرح تاییه جناب محمود ابن داود قیصری برای جلسه بعد بماند. من کمی خسته شدم و بقیه این مطالب در جلسه بعد ان شاء الله العزیز. آن چیزی که واضح و روشن شد بینندگان عزیز که ابن فارس قائل به وحدته، قائل به وحدتی به همون معنایی که ما گفتیم که اینها ذوات اشیاء را عین پروردگار عالم می دانند. و یک ایشان در همین قصیده تایی خودش کلمات خیلی دیگری دارد که حالا اگر بخوام اونا را بیان بکنم، اون بله ابیاتش زیاده، اون زمان می برد، زمان می برد و در این جلسه بله من باید یک 45 دقیقه دیگر هم صحبت بکنم و این جلسه گنجایش آن را ندارد. بقیه این حرفا میباند برای جلسه بعد انشاءالله. من از شما خیلی عذر میخواهم که این کفریات در اینجا گفته شده، اما خب چیکار بکنیم بینندگان عزیز؟ این جماعت صوفیه و عرفا در بین شیعان اینا خیلی نفوذ پیدا کردن، خیلی زیاد نفوذ پیدا کردن و اصلا دیگر اینها با وقاحت کامل علنا میآیند میگویند که بله بقیه شیعیان و علمای شیعه اینا نافهمند، نادانند. آقای جوادی عاملی مکرر در کتابهای خودش، در سخنرانیهای خودش، بقیه شاگردان ایشان و اطرافیان هواداران عرفان هماره همین مطلب را میگویند که مرزداران توحید، مدافعین توحید، اون کسانی که از دین دفاع کردند حکما و عرفا میباشند و اینها ادعا میکنند که اینها هستن که توحید را فهمیدن و اینها هستن که آیات مشکل قرآن کریم و روایات مشکل را، رموز آن را میتوانند حل بکنند با بله استعانت از عرفان و با استعانت از فلسفه یونان. خب بینندگان محترم، و این یک حقیقتی هست، خیلی دروغ. لذا به خاطر این که واضح و روشن بشود که این جماعت جماعت کافری هستند و کفر اینها شک بردار نیست، لذا ما مجبور هستیم که بعضی از این مطالب را خدمت شما بخوانیم و بیان بکنیم و از این بابت از شما عذر می‌خواهم. من دوستان عزیز بعد از یک توقف